Introducing the LG G6, the big screen that actually fits in your head. شرکت مهر گستر تامین افزار تنها نماینده رسمی محصولات کاسیو در ایران. محصولات کاسیو تنها با گارانتی لایف سرویس. تو و این خونه رو با هم میخوام، تو نباشی دل من میگیره، اینو از چشمای تو میخونم، بی منی خونه برات دلگیره، من با داشتن تو آروم میشم، زیر سقف خونه وقتی هستی با تو خوش دیگه من تکمیله، توی این حال خوشم هم دستی، شب این خونه پر از احساسه، دل من به داشتنت می نازه، اگه تو باشی کنارم دستام دست خالی خونه رو می سازه. خب حمید خان، آرزو خود شما چی بود بچگی ها؟ آرزو والا بچگی آدم خیلی خواستای عجیب غریب داره. من خیلی که لذت، چون من خودم حالا گفتم قبلا بچه طلاقم. بله. بعد خب مادرمو باید مثلا بعد دو هفته یه بار، سه هفته یه بار یا پنجشنبه جمعه میدیدم. بله. خیلی دوست داشتم که بعد اون هفته پارک سایی روبروش دنیای بازی داشت باشم اونجا. بله بله. عشقمو استخر توپ داشتم که بقا برم اونجا بپرم تو استخر توپ. این خیلی مثلا، یا مثلا بازی های بتمن بود که این دستگاه داشتن تو همون دنیای بازی، این دیگه نهایتش بود دیگه، تش بود دیگه واقعا. و چند سالگی اون اتفاق افتاد؟ من خیلی بچه بودم، شاید مثلا 3 سالم بوده، ولی مثلا زمانی که متوجه شده بودم این مسائلو 5 سالگی بود. 5 سالگی بود یعنی درک می‌کردی؟ آره دیگه، دیگه مثلا یه ذره می‌فهمیدم شرایطو. حقیقت طلاق اینه که تنها ضربه رو بچه‌ها می‌بینن، یعنی خانواده‌ها وقتی که مثلا ازدواج می‌کنن، الانم خیلی آمار طلاق بالاست. بله. خیلی بالاست، نمی‌دونن، ولی خود اونا هیچ ضربه‌ای به اون صورت نمی‌بینن به نظر من. شاید یه ذره عاطفی، و بعدم که دیگه وقتی میرسم به مرحله طلاق دیگه عاطفه واقعا کم شده، رسیده به کمترین حالت خودش. ولی اون بچه، حالا چه دختر چه پسر، واقعا هیچکی نمیتونه براش مادر بشه، هیچکی هم نمیتونه براش پدر بشه. ولی اتفاقای خیلی خاص و عجیبی میفته که شاید از طرف اصلا آشناهای همون بچه ها باشه، یه اتفاقاتی میفته که اینا همه تولید عقده میکنه و همین عقده ها حالا میتونه تو آینده بشه خلاف، میتونه بشه هزار تا چیز دیگه. یعنی خیلی مهمه. پس اصلاً بهت خوش نگذشته بچگی؟ نه، حال نمیشه اینجوری هم گفت، ولی خب بچگی عجیب غریبی داشتیم، ولی خب هرچی الان داریم از همون بچگیه دیگه، ساید افکت همون بچگیه. بله کاملا، حقیقتش همینه. یادت میاد آخرین، یعنی آخرین باری که تو همون بچگیه ممکنه که مثلا حس تنهایی به دست داده باشه، مثلا زده باشی زیر گریه، احساس بدی داشته باشی به خاطر این نبوده حالا یکی از عزیزات؟ آره زیاد، چون ما یه تایمی هم خب با نامادری زندگی میکردیم. بله. حالا نه که بد بود، ولی خب یه سری رفتارهای عجیب و غریب خودش هم داشت. و تو هم اذیت میکردی؟ من خیلی اذیت میکردم. خانواده یاد بچگی های من میفتن همه در میرم، اصلا هیچ خاطره خوشی راجع به بچگیت نداریم. آره اصلا بچگی ها اصلا چیز نبوده، اصلا کسی راجع به من نمیگه که مثلا بچه آرومی بود، بچه خوبی بود. میام دیوارو راست و واقعا میرفتم بالا. آره خیلی دلتنگی خب پیش میاد دیگه، مخصوصا مادر، چون میگن پسر از مادر یتیم میشه، دختر از پدر. یه همچین بره. احساسیه دیگه، چرا زیاد، ولی گذشت دیگه، واقعا گذشت. تو بزرگ شدی نیومدی به ساتت کنی یه اتفاق بیفته دوباره مامان بابات با هم برگردن؟ دیگه خیلی دور شدن از هم،
هنوز هم همون جوریه دیگه، یا خود دیگه چیز دیگه خود مختاری، هر موقع دلت بخواد مامانو ببینی، هر موقع دلت بخواد. آره نه خب به هر حال پدر و مادر احترام بهشون که میدونید اصل زندگیه، تو اگه احترام نذاری هر چقدر بدی کرده باشن قانون کائنات اینه که میندازت تو مشکل، نه کارا درست نمیره جلو، این حقیقتیه که دیگه کائنات برای خودش نوشته. فکر کنم تو دوران مدرسه از اون بزن بهادورای درجه یک مدرسه بودی جا، تو قدت هم بلنده درست هم از این به خاطر احسان. آره جان من راستشو بگو دیگه، حالا که یه گذشت. نه بزن بهادور نبودیم، ولی خب دوران دبیرستان مثلا تکبیچو ولی داشتیم، حالا بزن بهادور از این اذیت ها داشتیم که ساندویج بچه ها رو میگرد. شاید همه هم مدرسه یاد این قضیه بیافتن. کسی نه نمیتونست بگه. نه دیگه دست خالی عقب نمیومدی. اگه کسی مثلا لج میکرد و قبول نمیکرد مثلا نصف ساندویچو بده چه بلایی سرش اومد؟ نه من یه چیز جالب بهت بگم، تو مدرسه حالا به خاطر ژنتیکمون که یه مقدار فرق داشت با بچه ها، بله ذره حالا به قدیمی ها میگم به خاطر این چیپس و پفکایی که خوردن همه قدا کوتاه شده. یه ذره مثلا چون ما چیپس و پفک هم نمیخوردیم تو مدرسه، یه مقدار درشت هیکل و مثلا یه ذره فرق داشتیم با بقیه، ناظم ما بنده خدا یه آدم کوتاهی بود، بعد نمیتونستیم بچه ها رو هندل کنه، بعد باور نشه به عنوان ناظم مدرسه رو جمع میکردیم ما، یعنی چیز نبود که مثلا بزنیم همه رو، ولی خب یه کنترلی رو همه داشتیم. ولی نه هیچ وقت بچگی همیشه یادم هیچ وقت ضعیف کشی نکردیم، مثلا کسی کوچولو بود و اینا نه کاریش نداشتیم، ولی مقابل زورگوها با بیشتر با گنده تر از خودمون کار داشتیم دیگه، مثلا کلا همینجوری بودیم. آره چه باوزه دیگه، تو محله هایی که زندگی میکردیم همیشه فکرها اینجوری بود دیگه، برو سمت گنده تر از خودت. یه حالتی کجا زندگی میکردیم؟ ما ابتدا نظام آباد بودیم، بعد دیگه از اونجا اومدیم بیرون و سمت دهکده المپیک رفتیم. آها نظام آباد. آره. خب خیلی چیزه اصلا. نه خب ببین خیلی چیز نیست الان، خوب شده ها. ببین نظام آباد یه محله ترین هاست، یه جوری اگه توش ببینی الان بچه‌ای که از رپر ترین ها یا مثلا مواد فروش ترین ها، درس خون ترین ها، مذهبی ترین ها، یه محله یه که واقعا صفر و صده، اصلا حد وسط نداره. بعد مثلا تو اون سن پایین، تو اون سن پایین ها مثلا اهل مثلا شلوار شیشی و تیزی و اینا بودین؟ ببین تیزی و اینا نه راستش بگو نه، تبلیغ این چیزهایی که نمی کنی من میام نه خیلی هم بده، ولی خب شیشی و بچگی آره عاشق شیشی بودیم، مثلا نمیدونم چرا دیگه تو خونمون بوده یه جورایی، هنوز هم که هنوز همون شکلی موندیم دیگه. بابا اینا دعوا نمی کردن یا خودشون؟ چرا و همیشه میگفتن درس بخون، همیشه ما آدم های دم امتحانی بودیم و بله مدرسه فقط فوتبال بازی کن و خیلی کارهای مختلف دیگه، ولی خب نمیگم کارا درست بود. من دانشگاه دو رقمی قبول شدم ماشاءالله، نقشی کشی ساختم اما نرفتم. پیشنهادم نمی کنم نره کسی، ولی من زندگیمو تو دانشگاه نمیدیدم که نرفتم. درسته میدونی چی میگم؟ پیشرفت تو یه جا دیگه میدیدی؟ آره اصلا اونجا چیزی نبود که من میخواستم، حقیقت اینجوریه. ببین ما باید یه چیزی الان توی حالا قدیم، الان بیشتر شده مردم اوکی تر شدن پدر و خانواده، ولی قدیم ها همیشه سعادت رو تو درس خوندن میدیدن، درس بخون برید کارمند یه جا بشی که مثلا حالا یه اتفاقی، حالا الان یه ذره برعکس هم شده، یارو میگه درسم نمیخونی برو گرگ شو، نمیدونم برو به هر طریقی شده پول بیا. بله. این هم قشنگ نیست. من مثلا تو خانواده پدر من حالا درسته میگفت درس بخون و اینا، ولی بیشتر منش کاسبی یاد میداد. بله. اگه میخوای کاسبی کنی باید یه سری چیزا بگذری، یه سری سودا واقعا حقیقتا باید بگذری، چون تو هر کاسبی پیشنهاد میشه کم فروشی. بله. کم فروشی هم پول زیاد داره دیگه، چیزی که الان شاهدش هستی. الان کاسبی نمی کنی خودت؟ بیزینسی چیزی؟ بیزینس انجام میدم ولی خب مختلفه دیگه. بله. ترجیح میدم راجبش زیاد حرف نزنم، چون اینور اونور کارهای انجام میدیم، چون من خیلی سال پیش یه بیزینسی انجام میدادم تو کار دکوراسیون داخلی بودم. چه باحال. آره اما متاسفانه ما هم درگیر همین مسائل شدیم و پولمون رو خوردن و مثلا اعتماد سازی و این حرفا، یه تایمی بود خیلی تایم سختی بود. بله. چون ما از صفر اومده بودیم تا یه حدی دوباره ما رو برگردوندن تو صفر، ولی
سرد و گرم روزگاره دیگه، کارش نمیشه کرد. بدترین خرابکاری که داشتی؟ خرابکاری؟ آره توی مثلا حالا هم حالا میتونه بچگی؟ بچگی باشه، مدرسه باشه. بدترینش ها، یعنی میخوام دوزش رو دیگه بهتره کنی امروز. باید یه ذره فکر کنم تو خرابکاری هم. اوه اینقدر زیاده. مثل سوزن تو امروز. یکی از خرابکاری هم خیلی تنبیهش زیاد بود، اصلا کاری به چیزش ندارم. مثلا یعنی تنبیه که خودت شدی؟ آره مثلا یه هفته تو اتاق زندانی بودم، خیلی بچه دوم دبستان. من چی کار کردم؟ توی جمعی که همه آذری زبون بودن، بعد من بچه بودم دیگه، یهو یکی بهم گفت عمو چطوری و اینا، من گفتم قربونت برم و حرفه. گفت جوک چی بلدی؟ گفتم 4-5 تا بلدم. بعد من هر چی جوک آذری زبون بود تعریف کردم. انقدر اونجا همه عصبی شده بودن، خانواده ما رو یه هفته تو اتاق زندانی کرد. این خیلی دوز تنبیهش بالا بود. کتک نمیزد بابا؟ نه نه، فقط از کتک میترسم. آها، چون یه اعتقادی داشت میگفت اگه کتک بزنیم ترسش میریزه. شیوه های تربیتی عجیبی داره. تو بیشتر به مامانت رفتی یا بابا؟ من از نظر شخصیتی و مادرم رفتم. به مادر؟ آره. یعنی مثلا چه چیزایی از، یعنی چه المانایی از شخصیت به من؟ حتی خوندنم ارث مادرم. یعنی چی؟ اصلا خوندن، چون مادرم هم میخونه بعضی وقتا تو خونه برای خودمون صحبت میکنن، ایشون سخنبر دانشگاه و فوق لیسانس الهیات دارن صحبت میکنن. اکثرا من شاید تفکر زندگی و راه و رسم زندگی ما هم مادرم میذاره به ارث بردن، خوندنم هم که همینطور. واسه همین ما میگیم غلام ننم هم دیگه، تیشرتشو میپوشیم و دیگه. حقیقتش اینه. مامانی چخ نگفتی که مثلا ژانر کارتو حداقل عوض کن، مثلا بیا پاپ بخون که مثلا بتونی مجاز چی کارهای دیگه بکنی؟ ببین اتفاقا یکی از تنها کسایی که این حرفو بهم نزده مادرم بوده. بله. همیشه بهم گفته ژانر تو حفظ کن، یعنی گفته خوبه. من اینی که داری راجع به این مسائل صحبت میکنی خوبه. بله. شاید مثلا خب برای همه همسنفای ما الان مسئله مالی هست، اونم مثلا به من میگه، میگه به قول افتانی قدیمی ها میگن دنبه کارت چیه؟ باید دنبه بده دیگه. ما حالا مجبوریم که کارهای دیگه بکنیم برای اینکه تو خانواده بتونیم که نشون بدیم حداقل تو کارمون موفقیم. میدونه که کار من دیگه تو ایران یه مسئله ایه که جواز نداره، یا بخوایم کاری انجام بدیم سنگ اندازی میشه. حالا نمیدونم چرا، نه نه، ولی نمیگه ژانر تو عوض کن. خب تا کی تو میتونی صبر کنی؟ یعنی که بالاخره تو هم میخوای تو کارت پیشرفت کنی، کارتو وسعت بدی، با این مثلا مخالفتا تا کی میتونی دووم بیاری؟ ببین ما عشق بازی داریم میکنیم، یعنی بحث مالیش خیلی واسه مهم نیست. این دیدو داریم که هیچ فیدبک مالی نداره. درسته دیگه، وقتی هر اتفاق خوبی که بیفته اگه فیدبک مالی به وجود بیاد نازش هست دیگه، میگم خدا رو شکر دیگه، کاریش نمیشه کرد. حقیقت کار اینه که ما واسه اصلا یه حالت واسه دلمون یک، بعد دو واسه جوونا و مردم اصلا دیگه مهم نیست. مثلا بعضی وقتا میان بهم میگن چرا این کار روالو نمیخونی که مثلا همه حال کنن و مثلا اوکی باشن اینا. میگم اوکی، من یه کار مارکتینگ خوندم، مردم هم حال کردن، خب منم که فیدبک مالی نداره بازم که فرقی نمیکنه، پس بذار از این تریبونی که دارم راجع به حقیقت استفاده کنم. بله. چهار تا فرهنگ سازی، یه حرفی که به دردشون بخوره، میدونی چی میگم؟ بله. یه چند مسئله هم که نمیشه به اون درجه برسه اتحاد رپه. ما یاد گرفتیم تو خودمون مشکل داشته باشیم با خودمون، این بده. آره این بده. کدوم من نیدم که با هم رفیق باشیم. این اصلا قشنگ نیست. من نمیدونم چرا، شاید به دلایل خیلی مسخره، شاید قبول نداشت. تو آمریکا الان دارن کار میکنن رپرا، خود همه همسنفای ما هم میدونن که همه پشت سر با هم رفیقن. بله. فقط برای بیزینس با هم دعوا میکنن تو موسیقی. چرا؟ چون کنسرت دارن، فلان دارن، با هم یه بحثی رو راه میندازن، شو برای درآمدزایی. باز ما که اینجا اون داستانا رو نداریم که. حداقل بیاین در کنار هم باشیم، یه خانه هنرمندان نداریم، یه خانه موسیقی زیرزمینی راه بندازیم خودمون خودجوش، اصلا 10 بارم بریزن ببندنش، 10 بارم بریزن هممونو بگیرن، ولی یه خانه هنرمندان مگه این کارو نکردن؟ ولی تو یه جای اتحاد داشته باشیم. ما یه اتحاد داریم به اسم رپ فارسی دیگه. بله. حالا تو اون حالا میخوایم همدیگه رو بکشیم، ولی اون پایگاه رو داشته باشیم.
تو خودت پیش قدم شدی واسه این کار؟ خب به هر حال من اونقدر قدیمی نیستم، شاید تو کار خودم از سن کم این کار رو آغاز کرده باشم و من اونقدر قدیمی نیستم که بخوام اعتبار داشته باشم پیش بچه ها که بگم آقا بچه ها بیایم این کار رو کنیم این کار رو کنیم. بزرگتراش باید این کار رو کنن که متاسفانه دیگه نمیدونم حالا. من فکر میکنم کم کم دارن اصلا بیخیال میشن بزرگتراشن. خوب نیست. نه قبول داری؟ ببین شما وقتی سنت میره بالاتر تأثیر گذاریت میره بالاتر. بله. به بیت به بیتی که ازت میاد بیرون مردم جور دیگه ای نگاه میکنن. بله. کسایی که الان سنشون بالاتر، یعنی چی؟ یعنی کلامت برنده تر میشه. پس وقت تأثیر گذاریته. تازه یه سنی به بعد شروع میشه. بله. این نیستش که مثلا تو سنت رفت بالا دیگه بگی بی خیال. حقم میدم و هزار جور آدم دیدن، هزار بالا پایین دیدن، هزار تا وعده دیدن. بله. وعده های علکی. ولی به نظر من اتحادش حداقل تو این زمینش لازمه. با خودت هم کل مینداختی؟ چیو؟ چون آدمایی که مثلا به یه جایی میرسن، معروف میشن، مطرح میشن، حتما یه روزی به این فکر میکردن تو رویاهاشون که آقا من بعد یه روز به این جایگاه برسم، معروف بشم، مردم مثلا جیغ بکشن، هورا بکشن و این اتفاق. پیش خودت این تصویرها رو مرور میکردی؟ یه اتفاق جالب برات بگم. من مهدی یرایی رو دوست داشتم، کارشو. بله. زمانایی که مثلا کار میکردم و اینا تو ماشین گوش میدادم. یه روز مادرم گفتش که کنسرت داره مثلا یه روی چیز یه ازش بیلبورد دیدیم. بله. ما رفتیم اون کنسرت، عقب کنسرت نشسته بودیم، چند تا خواننده دعوت بودن اون پایین، بعد خواننده هایی که اسمی بود همه جیغ میکشیدن و اینا. بچه بودیم دیگه، ولی تو همون عالم بچگی و قدبازی خودم در گوش مامانم گفتم مامان یه روز این صحنه رو میبینیم. آخه بعد کار رسید به جایی که شاید مثلا اتفاقا گذشت، روزا گذشت، خیلی عادیه. خب خیلی عادیه، شاید برای خیلی از خواننده‌های دیگه این اتفاق افتاده. خب ولی مثلا گفتی که برای تعریف میکنم کنسرت مهدی یرایی رفتیم، مامانم بودیم، دفعه من دعوت بودم اونجا، مثلا این اتفاق افتاد. بعد که اومدیم بیرون براش گفتم یادت اون روزو، گفتم بهش میرسیم، چیز زیاد بزرگی نیست. یه قول دیگه بهش دادم. چه قولی؟ حالا اون قول بماند دیگه تا انجامش ندادم. آها. گفتم واسه اون روز حالا منتظر باش. چقدر باحال. که ببینیم چی میشه ان شاءالله. عجب قولی دادی. و همون صحنه رو دیدی تو زندگی. همون صحنه قشنگ همون لحظه که اتفاق افتاد. ولی اون دفعه داشتم از پشت سالن نگاه می‌کردم، اون دفعه دیگه از جلو سالن نگاه می‌کردم. اگه الان بهت بگن که تو می‌تونی، البته این سوال فانتزیه. آها. تو میتونی همین الان یه چیزی آرزو بکنی که همین الان اتفاق بیفته، بزرگترینشو بگو. برای خودم؟ آره واسه خودت که خیلی بهش فکر میکنی. ببین آخر چیزی که داشتم بهش فکر میکردم آرزو نبوده، هدف بوده. یعنی کلمه آره. آرزو رو عروش بردار. آره. ببین خیلی نکته‌ای نیست مثلا بگم این بشه، ولی من در چیزی که الان دارم تو فکرمه، دارم تلاش میکنم براش، واقعا یه فیت با خواننده‌های بزرگ رپ آمریکاست. بله. داریم نامه نگاری میکنیم، ایمیل و اینا، که بتونم به نتیجه برسونمش که موسیقی ایران از کشور ببرم بیرون، مخصوصا رپو. اونجا با اونا خوندن، اجراهای بزرگ گذاشتن، اون خیلی خیلی برام مهمه. اون الان خیلی تو فکرمه. چقدر باحال. بس و کیو دوست داری که باش فیت بدی؟ تو آمریکا زیاده برای فیت دادن دیگه، ته نداره. گزینه خاصی مد نظرت نیست؟ بذار نگم دیگه. آره. اینا رو بذار انجام بشه. آره. الان سریع نامه‌نگاری شروع می‌کنم. بررسیدن به چی واسه محاله؟ محال؟ آره. نمیدونم. نمیدونم. واقعا چیز محالی تو ذهنم نبوده. یعنی همیشه تحقق پیدا کرده هر چی دلت خواست. تا حدی که ببین آرزو نکردم، هدف گذاری کردم. ببینید من زیاد با آرزو موافق نیستم. بله. آقا من آرزو دارم که مثلا نصف تهران رو بخرم. چیه چه فکری اصلا عقلانی نیستش. ببینید چی میگم؟ بله. ولی هدف دارم این کارا رو انجام بدم. ببینید هر چقدرم بزرگ بوده ولی بهش رسیدم. از کی بعد انتقام بگیری یا دلت میخواد انتقام بگیری؟ من راستش هر کی بود و تو آهنگ بخشش بخشیدم و رفت. واقعا؟ هر کی بود. هر کی بود. یعنی حتی اگه بدترین نامردی هم بهت شده باشه. اتفاقای عجیبی برام افتاده، خیلی عجیب، خیلی عجیب، ولی بخشیدم.
شاید دور و بریام به هم گفتن که تو ترسیدی حتی بخوای جبران کنی، ولی این نبوده. خیلی شاید روزهای اول و دوم از اتفاقی که برام افتاده داغ بودم و عصبی، ولی یه ذره که صبر کردم بخشیدم. طبیعت کارو ببین، طبیعت یه قانونی داره، همونی که بهت گفتم، خودش کار خودشو میکنه، چه تو ببخشی چه نبخشی. چون تو وقتی که یه کینه ای از خودت آزاد میکنی، یه چیز بدی از خودت آزاد میکنی، این رفت و برگشتیه، نمیتونه فقط رفت باشه، باید بهت برگرده. ولی نمیتونی از تو ذهنت پاکش کنی. همیشه به نظرم به آدم بهش فکر میکنه، حتی اگه ببخشی واقعا. آره آره، حتی شاید نسبت به اون جایی که برات این اتفاق بد افتاده یه فوبیایی داشته باشی، یه اذیت شی نسبت به. چرا میخواستن تو رو بزنن؟ کلکل ناموسی اینا بوده؟ نه، اتفاقات عجیب رپیه دیگه. میدونی چی میگم که آها، این کلایی که میندازن با هم. آره دیگه. بعد حقیقت اینه که یه سری باید حال میکنن، یه سری شاید با موسیقی حال نکنن. خب تو یهو معروف شدی. آره شاید دیگه. زیادی عصبی شدن. اینم میتونه باشه. آره اینم میتونه باشه. آره. تو بعد برمیگشتی به اصل خودت دیگه. بچگی ها شیشی با هم میزدی. دیگه وقتی از یه جایی به بعد که میگذره دیگه رفتارات باید شمرده باشه، نه به خاطر اینکه مردم ببینن، به خاطر خودت، به خاطر قلب خودت. چون موسیقی همه چیش با قلب قلبه. شاید میبینی یه خواننده خیلی خوبه، خیلی اتفاقات خوب به وجود آورده، میبینی که بعد یه مدت یه افتاده توی سرازیری، هنوزم همون صدای، هنوزم همونو داره میخونه. اون قلبه است، اون نمک است. من لخشم دعوا کنم با کی؟ با هموطن خودم. حالا خدا رو شکر یه مقدار تایم عرازل و باش و این چیزا کم شده، ولی بله. در اصل تو داری با کی این کارا رو میکنی؟ با مردم خوده. تو حالا به نظر من الان عرازل و باش های مجازی داری. آره دیدی؟ خب تو داری با کی میکنی؟ با خودت. ببین ما چیزی که بده برامون وحدت نداشته باشیم، خیلی بده. میدونی چقدر قشنگه مثلا میبینیم که یه پیروزی والیبال میشه، همه خوشحال میشن، همه پست میذارن، همه راجعش حرف میزنن، اصلا بدون که چیز باشه کل کشور یه حس خوبی میگیره. بله. همه یه حال خوبی دارن. خب این وحدت دیگه، یعنی که همه توی مسئله خوشحالیم، همه اوکی. این باید نکته نکته شه، این باید ریستر شه، باید ریستر با هم اوکی باشیم تو بازار، تو این ور، تو اون ور. پولی کشیدی تا الان؟ خیلی. مثلا بدترینش کی بوده؟ ببین یکی از بدترین نوعای بیپولی، بیا راجبش حالا راجب خودم نگم، راجب بیپولی ها بگم. ببین یکی از بدترین حسای بیپولی اینه که یه جا اضافه باشی، یه حس اضافه‌ای بهت بدن. بله. ولی نتونی بری از اونجا به خاطر نداشتن پول. این یکی از بدترین حسای دنیاست. اوه چقدر اذیت شدی پس. ببین چی میگم، یه جای بهت یه حس اضافه‌ای بدم ولی نتونی بری. این دعا میکنم که برای هیچ کی اتفاق نیفته. من بیپولیای عجیبی کشیدم، بوده، برای هر کسی بوده، چون من بعد یه تایمی از خانواده پدرم جدا شدم. ولی وای نستادم. ببین الان مثلا امروزه خیلی ها میام مثلا صحبت میکنم ما میخوایم کار موسیقی کنیم یا میخوایم کار هنری کنیم یا فلان کنیم، پول نداریم، دنبال اسپانسر، مثلا همچی چیزی نیست. بله. من یادم روزایی بود که من دست فروشی میکردم، پول دست فروشی میوردم استودیو میخوندم. او چند سالگی؟ شاید مثلا دوران راهنمایی، دوران اوایل دبیرستان کردم این کار، چون باید کار میکردم. آفرین. من تو پلاسکو کار کردم، یعنی پلاسکو برای من خاطره بود وقتی اون فاجعه براش پیش اومد. تو پلاسکو کار کردم، شاید نازل‌ترین نوع کارم اونجا انجام دادم. ولی دست فروشی یا این کار یا حتی تره بار مرکزم کار کردم من، میوه فروشی، از دماوند سیب میچیندیم میبردیم اونجا تحویل میدادیم. آره. ولی پولشو میبردم کار موسیقی میکردم. کار همینه. حالا حتی اون تایمی که پلاسکو کار میکردم و بهت بگم، ذهن آدم خیلی مهمه. ما بدترین دشمنمون ذهنمونه. بله. تو میخوای یه کاری انجام بدی، یه کار بزرگیه، بدون اینکه بفهمی تو ذهنت یه بی‌اعتماد به نفسی میاد که من این کارو نمیتونم بکنم. و
ولی باز میخوای اون کارو بکنی ها، یه استرسی بهت میگیره. اون ذهن، همون فکری که تو کردی باعث میشه که اون کار برای تو نشه. بله. من تو تایمی که تو پلاسکو کار میکردم، یه مغازه بود تو پلاسکو، از همه خوشگل تر بود، خیلی جنساش خوب بود، خیلی خوشگل بود، اصلا فروشنده‌هاشو حال میکردم، خیلی با استایلش حال میکردم. روزی که من پا گذاشتم اونجا، من همیشه وقتی که میخواستم برم تو مغازه، از مغازه بیام بیرون، اون مغازه رو میدیدم. بله. همیشه هم نگاه میکردم، دوست داشتم اونجا کار کنم. باورت نمیشه، بعد 3 ماه تونستم برم تو مغازه. ای بله. پیشنهاد گرفتم اونجا. آره، رفتم تو مغازه. یه چیز جالب‌تر بهت بگم، بعد 2 هفته اون مغازه اومدم بیرون. چرا؟ دیگه اصلا کلا اومدم بیرون. دیگه دیدم چیزی که دلت می‌خواست، دیدم سقفش اون بود برا من، رسیدم به سقفش، دیدم سقفش پوچه. آره. اون چیزی که می‌خواستم نبود. اومدم بیرون بعد 2 هفته. الان سقف زندگیت کجاست؟ خیلی بالا. تا نداره چون نه، اون که پوچ نمیشه دیگه، سقف اون واقعیه. آره، ولی خیلی بالا فکر کنم، چون این چیزیه که خدا گفته به انسان دیگه. میگه تو خواسته ها ته نذار، بیشترین رو بخوا، بزرگترین رو بخوا. من خیلی عجیب غریب میخوام، خیلی عجیب غریب. بگیر بیاری میگن دیگه فانه دیگه، میبینه چرت میگه دیگه، ولی خیلی سخت هم ته نره. مادیاتش خیلی باست مهمی یا معنویاتش؟ جفتش. سخف مادیاتت رو به ما بگو حداقل. سخف مادیات آخه ته نداره. حالا مثلا بالاخره یه پوهه به یه چیزی بانه میشید. آخه به یه چیزی فکر میکردم که یه روزی داشتم به این فکر میکردم که حالا سقف مادیات بود. آره. مثلا 6 تا ماشین برندی که دوست دارم. آره. از اون ور حالا مثلا مامر مامرها تو دوست داری، اونا در کنار میباخا و ماشین های دیگه رویز رویز و اینا. آره. میگه مثلا اینی که دوست دارم، حالا مثلا خونه هایی که دوست دارم، ویلا هایی که مثلا تو کشورهای دنیا دوست دارم، یا یات شخصی یا هر چیزی. بله. یا هر چیز کلکسیونی که دوست دارم، داشتم بهش فکر میکردم، بعد با مادرم هم داشتم راجعش صحبت میکردم، بعد تش میبینیم به چی رسیدم. تش این رسیدم که من اگه پولم داشته باشم هیچ کدوم اینا رو نمیخرم. چرا؟ چون مثلا بر فرض مثال بهم گفتش که تو فکر کن یه ساعت 200 میلیونی قراره بخری، با این 200 میلیون چند تا جهیزیه میتونی بدی؟ با این 200 میلیون چند تا خونه مثلا میتونی اوکی کنی توی مناطق محروم؟ با این دیویز ببینیم هزینه تدریس خیلی از بچه ها تو زاهدان سالی حدود 26,000 تومنه. یعنی با 26,000 تومن شما میتونی یک سال یه بچه رو بفرستی مدرسه. گفت با این 200 میلیون چند تا از اونا رو میتونی بفرستی مدرسه. بعد یه ریاضیات میکنی، چون بزرگ شدی، چون دیدی، نمیتونی، نمیتونی. آره چقدر عجیبه، همه راجب رپرات و کسایی که توی این حوزه کار میکنن میگن که نه اینا مثلا اینجوری هن، یعنی یه نمای بیرونی عجیبی از شما وجود داره. ببین اون شعافی که تو رپرای آمریکا هست، تو سیاپوستا، تو چیزی که تو قالب موسیقی ماست. ببین یک بهت بگم، آره من باید گردنبند طلا بندازم، این قدم بندازم. آره. ولی برای تو بیوگرافیمو تعریف میکنم که بدون من این بودم، ولی الان اینقدر گردم بند طلا گردنم. چرا؟ چون خواستم. به جوانای کشورم بگم تو هم بخوا. بله. نه حالا از موسیقی رپ، از زندگی کردن، از بیزینس کردن، از دنیا، نه به هر قیمتی ها. آره. حالا شعاف سیاپوستا هم سر همینه دیگه، به خاطر عقده هاشون، به خاطر چون اونا خیلی دیگه بدتر زندگی میکنن، خلاف و خیلی شرایط خاص عجیبی دارن. بله. اینجا هم حالا به نوبه خودش. آره. نه جالب بود، محسن بهم گفت تو روزه ای. آره. خیلی جالبه. نه خب هر کسی اعتقادات خودش خودشو داره دیگه. این امروزه واقعا تو تایمی هستیم که چهره کسی، استایل کسی نشونگر اعتقادات و انسانیت اون آدم نیست. اینو دیگه همه فهمیدیم. کاملا درست. اگه خواننده نمیشدی چی میشدی؟ اگه خواننده نمیشدم کاسه بازار میشدم. ولی با همین تیپ و استایل یا کاسه بازار میشدم یا تو مجلس بودم. این دوتا رو میدونم. یعنی چیزای سیاسی هم دوست داری؟ اصلا رپر شدن تو ایران یعنی حقیقت سیاسی بدونی دیگه. داداش میرفتی تو مجلس خطرناک میشد، دیدی که چی شد؟ آره. اتفاقات عجیبی بود واقعا. آره واقعا.
ما بدون این که بدونیم یه مقدار نجات پرستیم، بدون این که بدونیم تو خودمون، تو کشور خودمون. یعنی چی؟ نجات پرستی شاید در حد ترک و لور و آبادانی و فلان و این و اون و اینجوری داریم موزه میگیریم نسبت به هم، خوب نیست. حالا چه برسه به افغان ها، چه برسه به کشور، چه برسه به عرب، ما داریم تو کشورمون. ولی ما باید اینو ببینیم، وحدت میگم برای کشور ما مهمترین مسئله است. ما بزرگترین ضربه تو کشورمون اگه بخواد به وجود بیاد جنگ داخلیه. چرا؟ شما نگاه کن این ور کشور میبینی ترکن، این ور کشور میبینی کردن، اون ور کشور میبینی لورن، یه ور دیگه میبینی زاهدان سنی داریم، عرب داریم. باید وحدت باشه، باید ایران ایرانی دوست باشیم هر جای دنیا. غیر از این من میشنم بچه ها میگن اونور دنیا هم زیاد ما ها اوکی نیستیم با هم. ولی الان مثلا برادر من تعریف میکنه میگه چینی ها یه جایی باشن چی جوری پشت همه، هندی ها حتی با هم خونه میگیرن، همه شو میرن با هم یه ساختمون رو میگیرن خارج از کشور خودشون. آره حالا هر جای دنیا باشن. تو به خاطر حالا شرایطی که گفتی و تعریف کردی و مردم هم الان دیدن و در جریانش قرار گرفتن، گفتی که حالا به خاطر اینکه پولامو خودم در بیارم رو پای خودم وایسم کار میکردم، چیزی به دلت بمونه که نتونی بخری و وقتی حالا بزرگتر شدی و دستت به جیبت رسید بری همونو بخری که حالا یه ذره دلت خنک شه بگی بالاخره به این رسیدم. آره 100% اینجوری بوده، خیلی چیزای زیادی بوده، حالا زیادم چیز بزرگی نبوده. وقتی بگی نمیدونی یه آدمی یه روزایی شاید مثلا یه کاسی داشته، شاید راجع به یه چیز خیلی کوچیک. حقیقت اینه که بزرگ میشه اون عقدش هنوز دنبالشه. عقده چیز بدی نیست. خیلی ها مثلا میگی عقده یه موزه میونه من عقده، نه عقده هر کسی شاید داشته باشه، کم بود یه تایمی. آره من خودم مثلا عشق کتونی بودم، من تونستم کتونی میخوام، الان هر جا کتونی ببینم میخرم. هر کسی یه جوره دیگه. خب ببین همیشه کلکل وجود داره بین دهه 50 60 و 70. خب مهمونایی که تو برنامه ما تا امروز اومدن 90%شون دهه 60 بودن. تو نماینده دهه 70ی. خب میخوام یه ذره کوری واسهشون بخونی. اونا خیلی تعریف میکنن دهه 60. چی میگن؟ خیلی میگن ما از همه باحالتریم و دیگه تو جهان زاده نشده از دهه 60 مشتی تر و اینا. خب تو هم یه ذره پرچم دهه 70ی رو ببری بالا. ببین حقیقت ایران اینه که تمام تغییرات رو دارن دقیقه 70ها به وجود میاره. تمومش که من دیگه حقیقت اینه، غیر از اینه. خب هرچی تحول داریم تو موسیقی که حالا اگه بودن تو هنر، تو هنرم همین تو دهه 70ها دارن یه کار عجیب غریب دیگه ای میکنن. من از دهه 60 ماه عسلی که دیدم بیشتر آدمای اعصاب خرابی بودن. همین. ولی در 70ها خیلی فعال، خیلی تنها مسئله ای که دهه 70 داره این که همه‌شون بزرگتر از سنشون نشون میده. آره چرا؟ نمیده. هم دختراشون هم پسراشون ها. هم به خاطر گوشت و مرغاشون شاید هورمونی. آره. نمیدونم. باورت نمیشه مثلا حمید صفت مثلا دهه 70 دیه. چرا آخه؟ آره من بعضی وقتا من برادرم متولد 63. آها. بعضی وقتا یه جا با هم خیلی تفاوت سنی داریم. 10 سال تفاوت سنی داریم. بعضی وقتا یه جا میرفتیم یارو با من شروع میکرد حرف زدن، مثلا من برادر بزرگم به من توضیح میداد، بعد داداشم عصبی میشد با من داداش بزرگی اینا باید به من بگی. آره ولی علاوه چهره زیاد با هم تفاوت نداشتیم. من این سینما شاید یادش بخیر که خاطراتم با پسرم من با خانواده اومدیم فیلم یاسهای وحشی رو دیدیم، نمیدونم یادتونه. آره آره کاراته ماراته بود و یارو روی... ولی اینجا خیف شد خرابش کردن بابا بلبل زدن. چرا عیب شد؟ شهرسازی درستش کرده، اتوبان امام علی. نه بابا اینجا چیز نبود، همش ترافیک بود. ولی فکر کنم بهترین شبای زندگی تو نظام‌آباد شبای محرم بود. اینجا دیگه معروف ترین محرم عالم رو داره دیگه. همه علامت هم میکشیدی؟ علامت نه راسته. نه نه علامت کشی میخوندی؟ نه نه تب نه اصلا تو هم دختر بازی میکردم. اتفاقا دسته نمیرفتم محرم ها، هیئت میرفتم، دسته باز نبودم. آه دوست نداشتم. آره آخر شب واسه غذا شاید میومده. دوست نظری دیگه.